روایت زندگی آیان هرسی علی، فعال سیاسی و فمینیست سومالیایی تبار، به قلم خود اوست. هرسی علی در سال 1992 به هلند پناهنده شد و به تحصیل در رشته علوم سیاسی پرداخت. او سرانجام در سال 2003 توانست به پارلمان هلند راه یابد. هرسی علی در دوران نمایندگیش با انتقاد از اسلام و مخالفت با قبول مهاجران مسلمان به واسطه تضاد باورهای دینیشان با ارزش‌های لیبرالی هلند، تبدیل به یکی از بحث‌انگیزترین چهره‌های سیاسی اروپا شد. در پاییز سال 2004 نامش در سرخط روزنامه‌های جهان قرار گرفت و آن زمانی بود که تئو بنگوک، کارگردان فیلم جنجال برانگیز تسلیم که فیلمنامه‌اش را هرسی علی نوشته بود، توسط یک مسلمان تندرو در آمستردام به قتل رسید. در این فیلم اسلام به عنوان عامل سرکوب زنان و خشونت علیه آنان معرفی شده بود. مضمون اصلی کتاب بی ایمان مسیر پرمشقت و پرخشونتی است که آیان هرسی علی از زادگاهش مقدیشو به هلند پیمود تا از ازدواجی تحمیلی اجتناب کرده و به گفته خیش از دنیای لبریز از باورهای مذهبی به جهان منطق سفر کند. بحرانهای سیاسی و جنگهای داخلی سومالی باعث شد اعضای خانواده هرسی علی عازم عربستان سعودی و سپس اتیوپی و کنیا شوند. در نایروبی آیان هرسی علی به مدرسه انگلیسی زبان می رفت و آنطور که خود در کتابش می نویسد با اشتیاق قصه های ماجراجویانه انگلیسی با مضمون آزادی، برابری، دوستی و اعتماد را دنبال می کرد. در کتاب بی ایمان هرسی علی دوره از زندگیش را به تصویر می کشد که با اوج گرفتن ارزش های بنیادگرایانه و مقبولیت گروه هایی چون اخوان المسلمین عمیقا به مذهب گرایش پیدا کرده بود، ولی دیری نپایید که احساس کرد ارزش‌های مذهبی انعطاف ناپذیری چون فرمانبرداری زنان و نابرابری بر مبنای جنسیت با باورهای شخصی او در تضاد است. پس از قتل تئو بنگوک در آمستردام و تهدیدهای جانی علیه آیان هرسی علی، آیان به آمریکا پناهنده شد و اکنون به عنوان عضو مؤسسه پژوهشی American Enterprise مشغول فعالیت است. هرسی علی در کتاب بی ایمان با نثری قوی و روان باورهایش را در قالب سفرنامه برای خواننده بازگو می کند و مشکلات زندگی قبیله‌ای و سنتی را از دیدگاه یک زن به تصویر می کشد.